لازم نیست تجربتون رو فقط واسه خودتون نگه دارید. قصتو بیا در گوش ما بگو، شاید به درد ما و بقیه هم بخوره. حالا جریان چیه؟ تو این مجموعه هر بار پای صحبت یه نفر از یه گروه میشینیم و این بار تو این گروه 3 تا جوون رعنا مهمون ما هستن. بفرمایید، اولیشونم اومد. ایشون آسا خانومه که حالا بعدم بیشتر باهاش آشنا میشید. خوبی شما؟ خیلی خوش اومدین. ممنون، مرسی. شما بفرمایید بالا تا بقیه دوستانم بیان. به به آقا متین، روز شما بخیر. خیلی خوش اومدی. به خورشید از کدوم طرف در اومده؟ ستاره خانم مهمون ما شده. روزت بخیر. خوبی؟ آره، برو بالا تا ما هم بیان. خب تو هر برنامه شما با یکی از این 3 مهمون ما بیشتر آشنا میشید و دوتای دیگه بیشتر گوش میدن تا برنامه بعدی که نوبت اونا بشه. قصه گوی اول ما آسا خانومه. فقط بعضی از روز آرایش میکنم. یکم بیام پوزو میزنیم. بیام کمک. ای جونم، اسمم آساس، ساکن شهر سندیگو هم الان. طبعا 2 سال بعد از ازدواجمون پسرمون به دنیا اومد، اسمش کیانه. از رامی دار شده و دخترمونم دلارا تازه به دنیا اومده. آسا توی ایران بزرگ شده. اینم صحباز، برادر آسا که 6 سال ازش بزرگتره و کلی خاطره‌های خوب با هم دارن. من و صحبا تو خونه فوتبال بازی می‌کردیم. یعنی چارچوب درمانند راهرومانند بود، اون دروازه بود. بعض وقتا صحبا دروازه بامون بود، از وقتا من. بعد بیچاره مادر بزرگم چشمش نمی‌دید دیگه آخریا. بعد ما که فوتبال بازی میکردیم، این توپو که میزدیم طرف مادر بزرگم، ای مادر جان، نمیدونم چی، به زبون سنگسری هم صحبت میکردم. امروز مای مهمون آساست تا بهش کمک کنه. صمیمی مای، امروز تو اومد اینجا کمکم کنه با بچه ها، چون تعطیلات زمستونشونه. کمکم کنه برای فیلم برداری یکم آماده بشیم، یعنی خونه یکم جمع جور بشه. سال 2017 ازدواج کردم. شنیدم اول تو پیشنهاد ازدواج دادی. از کجا فهمیدی؟ آره، یه بار من بهش پیشنهاد دادم، یه بار اون بهم پیشنهاد داد. یعنی سنت و این چیز خاصی در کار نبود. یه وقتایی هر چی میدوییم به جایی نمیرسیم. شاید هم نمیدونیم به کجا قراره برسیم، ولی یک آن، یه نفر یا یه اتفاق گاهی نقطه عطفی میشه برای زندگیمون. گاهی هم اصلا زمین و زمان دست به دست هم میدن تا مسیر زندگی ما تغییر کنه. کم و بیش از این نقاط عطف تو زندگی همه ما وجود داره. گاهی اونقدر شدیده که به کلی مسیر زندگیمون عوض میشه و برای بعضیامونم انقدر آروم و تدریجی ولی عمیق اتفاق میفته که انگار آب از آب تکون نخورده. اینسپایر یعنی الهام بخش، یعنی گشتن به دنبال نقاط تاثیرگذار زندگی. من میگم تو هم به آینه روبروت یه نگاهی بنداز و در آخر این برنامه ببین داستان تو میتونه الهام بخش تر باشه یا داستان آسا. بعضی از اتفاقا دست خودت نیست، انگار توی یه جریانی قرار میگیری که هر جا دلش بخواد میبرتت. بعضی وقتا انگار از بالای صخره پرتت میکنه پایین و بعضی وقتا انگار پشت یه سد گیر کردی و اجازه جنب خوردن بهت نمیده.
اولین چیزی که تو ذهنم میاد فکر کنم شاید رب عاشقی داشته باشه. والا خیلی دقت نکردم بهشون، شاید بیشتر دقت کنم متوجهش. یه وقتایی تصمیم میگیری از همه مشکلات فرار کنی، شده با یه قرصی، دوایی یا حتی یه ضربه محکم توی سرت. خب اینم ربط به افسردگی داشت واسه من. گاهی وقتا دلت میخواد یه صدای بلند بهت بگه پاشو، چرا پا نمیشی، و تو بفهمی که تمام این اتفاقا توی خواب بوده، ولی انگار تمام اتفاقای زندگی من خواب نبودن، بیداری و بیداری بودن. فکر کنم شاید رب به عاشقی داشته باشه. خدمت شما عرض شود که احساس میکنم هنوز میتونی رب به عاشقی داشته باشه. من راستش یه بذری توی وجودم کاشته شده بود، ولی انگار خاکش نامناسب بود. منم یادم میرفت ازش مواظبت کنم و بهش آب بدم. در واقع شعله‌ای که شمع دلم رو از تربیت باهایی خانوادم روشن کرده بود، یه هوی و ناقافل به قله حضرت بهاالا به بادهای مخالف نفس و هوا خاموش شد. خاموش شد؟ خیلی عمیق بود. چیزی خاموش شده؟ نمیدونم چرا مغزم گیر کرده رو همین افسردگی یا عاشقی. خیلی چیزا میتونه باشه. سخته. شاید لباسم عوض کنم خوزی چیزای بهتر. درسته که دریچه چشمای ما دنیا رو رنگی میبونه، ولی انگار بعضی وقتا اون رنگ ها میشن طیف هایی از رنگ های سیاه و خاکستری. میدونم این گاهی اوقات رو همه ماهای جورایی تجربه کردیم، ولی مهم اینه که چجوری بتونیم رنگ رو به زندگیمون برگردونیم. شاید قصه من قصه خیلی ها باشه، شایدم بگین دختر تو که مشکل ندیدی که میگی زندگی برای تاریک و سیاه بوده، ولی خب مشکل هر کس واسه خودش زیاده. مشکلات زندگی منم یه جورایی از ظرفیتم خارج بود. یه دختر سر یه دختر سرزنده و نوجوان که داره سعی میکنه توی کشور جدید با فرهنگ جدید با مشکلات غربت دست و پنجه نرم کنه و کنار بیاد. خب منم خودم این تجربه رو داشتم که مهاجرت کرده باشم، ولی خب نوجوان نبودم، جوان بودم و ساپورت خانواده‌ام نبود. ولی حتما سخته، حتما مهاجرت سخته. توی اون فوان جوونی واسه فرار از تنهایی دل به یه کسی یا یه چیزایی میبنده، چرا که نه، ممکنه این دل بستن دوای درد خیلی باشه اگه درست دل بسته بشه. اما خدا نکنه که دوای درد آدم خودش بشه عامل زجر آدم، و توی این رابطه و وابستگی تو راه نجات از تنهایی شکست بخوره. قسمتی که عشق توی چشمای آسا جمع شد، خب میگم منم خیلی جلوی خودم رو گرفتم که گریه نکنم، چون که خب داشت تکه خیلی شخصی از زندگیشو داشت تعریف میکرد، و منم جلوی خودم رو گرفتم تا بتونه داستانش ادامه بده. همه میدونن که خیلی از داروها عوارض جانبی داره، و اگه تشخیص درست نباشه ممکنه نه تنها درد و دوا نکنه، دردهای دیگه هم بهش اضافه کنه. رابطه عاطفی منم شد از اون داروهای اشتباهی به خاطر یه تشخیص اشتباهی. تو این شرایط شکست خوردن توی رابطه اشتباه سعی کردم که سرمو به درس خوندن گرم کنم. رشته حقوق رو انتخاب کردم. میدونین که تو خیلی از جاها رشته پزشکی و حقوق از پولسازترین رشته ها حساب میشه. منم در آرزوی ساختن دنیای خودم درس خوندن در رشته حقوق رو شروع کردم و از خانوادم دور شدم. هرچند از درس خوندن لذت می بردم و دانشجوی باهوشیم بودم، ولی دور شدن از خانواده شد فشار مضاعف. خیلی شرایط سختی برای آسا پیش اومده. یادم میاد یه شب از پیش والدینم داشتم برمیگشتم به خونه مجردی خودم تو شهر سندیگو. اونقدر این فکرها به هم فشار می آورد که اصلا نمیدونم کی پیچیدم به چپ، کی پیچیدم به راست، و یه سر از خونه در آوردم. وقتی به خودم اومدم که توی بغل دوست صمیمی اون روزام داشتم زار زار گریه میکردم. تا
تصمیم گرفتم هر جوری که شده یا با هر چی که شده خودم از این ناراحتی و فکر و خیال خلاص کنم و با یه تصور غلط و البته راهنمایی نادرست مسیر اشتباهی رو پیش گرفتم. خیلی از آدم ها شاید فکر کنن که وقتی که دیپرشن دارن بتونن خودشونو با الکل یا مواد مخدر بیدرد و راحت کنن. شرط خیلی سختیه و خیلی هم این چیزا زیاد هست تو این جامعه. درسته که این حس افسردگی خیلی ها رو میکشه به سمت این چیزا، ولی مثل سرابیه که به مرداب تبدیل میشه و تو رو بیشتر به سوی افسردگی میکشونه. حالم روز به روز بدتر میشد. از دانشگاه مرخصی گرفتم، حیرون و سرگردون دنبال گم شدم میگشتم، غافل از اینکه بذرش تو وجود خودمه و اونجا باید دنبالش میگشتم. یه روزی که اومده بودم پیش خانواده‌ام و اونا حال پریشون منو دیدن، مادرم بهم گفت برو از حضرت بهاءالله کمک بگیر. منم رفتم و نماز کبیر و یه لوح احمد خوندم. از اینکه آدم دعا بخونه و مشکلاتش حل بشه خیلی اعتقادی بهش ندارم، ولی خب دعا خوندن حتما کمک میکنه. شما میدونین، ولی برای اینکه مطلبم کامل بشه میگم، نماز یکی از احکام دیانت بهاییه که 3 جوره. یکیش در حد و اندازه معمولیه که در روز باید 3 بار خونده بشه. اینجا رو نگاه کمدین. اما 2 جور نماز دیگه واسه این دنیای پرمشغله پیش بینی شده. یکیش برای اینه که هر وقت اراده کردی بری و یه دل سیر با خدا درد دل کنی. یکیش هم برای اینه که اگه خیلی گرفتار بودی بری و با خدا یه گپ کوچیکی بزنی. راستش خیلی به این حرفا باور نداشتم، ولی یه دلم خواست که برم و یه دل سیر با خدا درد دل کنم. یادم نماز کبیر رو خوندم و یکی از دعاهای دلچسب به خودم که لوح احمد هست. شنده بودم اگه دعا از ته دل و با تضرع و زاری باشه خیلی اثر گذاره. ولی فکر میکردم مگه میشه آدم دعا بخونه و گریه کنه؟ اصلا دعا چرا باید با گریه و زاری همراه باشه؟ غافل از این که وقتی با دل پردرد دعا میکنی لازم نیست گریه کنی، اشک همجوری خودش میاد. تازه اشک غم نیست، یه انقلاب درونیه. منم مثل ابر بهاری بودم که دلش پاره شده بود. اینا یه تجربه های شخصیه که شاید بعضیا باورش نکنن. دعا خب خیلی خیلی قدرتش بالا هست. دعا خیلی میتونه تو تمام شرایط به ما کمک کنه. ولی تنها دعا فکر نکنم بشه خیلی از چیزها رو باهاش کنار اومد. شاید هم نباید میگفتم، چون شاید 100 باری دعا خونده بودم که اصلا اون احساس رو نداشتم. منم نمیدونم چی شد. ازم هم نخواهین که توضیح و یا تفسیری داشته باشم، ولی یه چیزایی در وجودم تغییر کرد. نه تنها تو وجودم تغییر رو حس کردم، بلکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده بودن که من راه گم شدم رو پیدا کنم. بحث من اصلا دعا نیست. بحث من اسباب و وسایلیه که وجود داشت تا به من کمک کنه که راهمو پیدا کنم و من نادیده میگرفتمشون. اول از همه قدرت و توان و اراده خودم بود. با تمام وجود سعی کردم خودم از مسیری که توش افتاده بودم خلاص کنم. سخت بود ولی شد. توی این راه همراهی و حمایت والدینم خیلی زیاد بود. اینکه آساز خانوادهش اینقدر ساپورتش کردن و بهش انگیزه دادن خیلی خوب و خوشحال کننده است. یادم یه روز بابام از من دعوت کرد که باهاش برم یه جلسه باهایی. یادم توی آشپزخونه نشسته بودم و صدای صحبت‌ها رو گوش می‌کردم. یه خانم باهایی که اسمش سیندی بود اومد و با من صحبت کرد و من خواستم یه جورایی بهش بفهمونم که حاضرم هر کاری بکنم و هر خدمتی که از دستم بر بیاد انجام بدم. آخه اراده کرده بودم و تصمیم گرفته بودم که مسیر زندگیمو عوض کنم، ولی به کجا هنوز نمیدونستم. سیندی فوراً یه دختر جوونی که اسمش هایدی بود صدا کرد و ازش پرسید هایدی کتاب 5 روحی تو کی شروع میکنی؟ من اصلا نمیدونستم کتاب 5 روحی چیه موقع، ولی باهاش قرار گذاشتم و رفتم. خب واسه جون
من مثلا خیلی شنیدم که این وقتی تو همچین شرایطی باشی و خب یه سری عادت ها هست خیلی سخته که آدم بتونه ازش بیاد بیرون. شما چجوری با مثلا دعا میدونم خیلی قوی هست ولی اونقدر فکر نکردم قوی باشه که بتونه آدم از این شرایط بیاره بیرون. فقط با دعا نبود، یعنی فکر میکنم اون داستانی که در مورد دعا خوندنم براتون تعریف کردم یه نقطه مهمی بود که یادم مونده بود، ولی غیر از اون خیلی خانواده‌ام بودن که در کنارم بودن و از روانشناس کمک گرفتم، خیلی به هم کمک کرد و همون عادت‌های جدیدی که شروع کردم مثل مدیتیشن و یوگا. دوره پنج روحی واسه اشخاصیه که دوست دارن با نوجوانا و طرح تواندهیشون کار کنن. جالب بود، احساس میکردم هرچی میگذره با کار کردن با بچه ها لذت میبرم، ولی هنوز یه جورای گیج بودم و هنوز یه چیز کم داشتم که یه اتفاق مهم دیگم تو زندگیم رقم خورد. در سال 2013 جامعه جهانی بهایی یه سری کنفرانس ها رو واسه جوونا در دور دنیا برگزار کرد. انگار این برنامه طراحی شده بود تا مسیر زندگی منو مشخص کنه. اون کنفرانس جوانان واقعا برای من یک شروع تازه بود. اون موقع بود که کتاب پنجم من همون موقع بعدش تموم کردم و تونستم به نوجوانا کمک کنم. منم به عنوان یه جوان باهایی تو این کنفرانس شرکت کردم. جوانایی از ادیان مختلف و طرز فکرهای مختلف تو این کنفرانس شرکت میکردن. کنفرانس پنل های کوچیکی هم داشت که همه بتونن تو اون پنل ها با همدیگه صحبت کنن. توی یکی از اون پنل ها یه دختری بود که توجه منو به خودش جلب کرد. یه دختری از شرق دور و با پیشنه بودایی. توی وجودش یه آرامشی بود که منو به خودش نزدیک میکرد و نمیدونم از کی، ولی اون شد نزدیکترین و صمیمیترین دوستم. مای. مای هم مثل من یه موقعی راهش رو پیدا نمی‌کرد و به من تو این راه خیلی کمک کرد. جستجومون رو با هم شروع کردیم. گاهی به جلسات بودایی می‌رفتیم و به سبک اونا مدیتیشن می‌کردیم. گاهی هم به جلسات و فعالیت‌های جامعه سازی بهایی. انقدر به این فعالیت‌ها علاقه‌مند شدم که درسم رو تو رشته حقوق ول کردم، یعنی تغییر دادم و درسم رو از اول تو تعلیم و تربیت شروع کردم. علت اینکه شما رشته‌تو عوض کردی چی بود؟ شاید از طریق حقوقم بشه خب به جامعه خدمت کرد. موافقم که از طریق حقوق میشه خدمت کرد به جامعه، ولی فکر میکنم راه زندگیم داشت عوض میشد و شاید رشته حقوق یه جورایی با روحیم سازگار نبود. یعنی وقتی گزینه تدریس و کار کردم با بچه ها رو تجربه کردم، احساس کردم خیلی بیشتر به هم آرامش و خوشحالی میده. مای هم معلم مانتسوری شده بود و انگار هر دو یه جورایی راهمون رو پیدا کرده بودیم. اون با پیدا کردن آیین بهایی و من با پیدا کردن مسیر زندگی. وقتی به خودم اومدم احساس کردم بذری که تو وجودم و با تربیت بهایی کاشته شده بود دوباره داره جوونه میزنه و راه رشدش رو تو خدمت پیدا کرده. الان میدونم کجام و کجا میخوام برم و اون دردها به یه دنیا لبخند تبدیل شده. ممنونم که به داستانم گوش کردین. امیدوارم اون شادی که الان تو وجودمه و از خدمت به دیگران به دست میارم به شما منتقل کرده باشم. خیلی داستان جالبی بود برای من و این به ذهنم رسید که کلن شروع کردن یه چیزی خیلی شاید راحت تر باشه از تموم کردنش و اینکه تو تونستی این کار رو انجام بدی به نظر من خیلی اراده قوی داشتی و آفرین دیگه. فکر میکنم آدم باید به یه جایی برسه که فکر کنه دیگه هیچ چیزی تو این دنیا نمیتونه کمکش کنه، یعنی از ته دلت باید بخوای که زندگیت عوض بشه. قشنگ معلومه چقدر قدرت چی میگن درونی داشتی تا بتونی خودتو از این همونجوری که خودت گفتی مثلا به ته جاده آدم میخوره کشوندی بیرون. این اراده‌ای که خودت گفتی واقعا خیلی
بالا بود و خیلی قوی بودی و آفرین. ولی برگردیم سر اون تیکه که گفتی یه رابطه عاطفی بوده و قطع شده و باعث شده که این همه سختی بکشی. اینو بگم من حد زده بودم و از این که شنیدم نگم خوشحال شدم، ولی خب حدسم درست بود و من تو این شرایط بودم و خیلی سخته. آسا جون، اون انرژی که من از تو میگیرم خیلی مثبته. همیشه خندون هستی، همیشه انرژیت بالا هست و از داستانی که برامون تعریف کردی ممنونم که این همه داستان شخصی تونستی با ما در میون بذاری و بهترین ها رو برات آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه خوشحال باشی با اون دوتا بچه های گلت. آسا جان خیلی خوشحالم که مسیر خوبی رو انتخاب کردی و موفقی در زندگی زناشویی و زندگی اجتماعیت. من بزرگم همیشه میگه گمپ گلم. انشالله شاد باشی گمپ گلم. چطور بود؟ حالا صبر کنید تا برنامه بعد و داستان بعدی. پس فعلا.